سلام به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و هر شب براتون یه داستان جذاب میخونم. امروز میخوام براتون داستان گلبرین رو بخونم. دختری که سرنوشت عجیبی داشت، اما سرانجام دست تقدیر با اون یار بود. قبل از شنیدن این داستان زیبا فراموش نکنید همین اول ویدیو رو لایک کنید. نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. و اگر میخواین از داستانهای جذاب کانال جا نمونید، فراموش نکنید که زنگوله پیج رو هم روشن کنید. بریم تا با هم این داستان زیبا رو بشنویم. مردی بود به نام عصیب. خیلی ثروتمند بود. روزی بار سفر حج بست. دختری داشت زیبا. دخترک به پدر گفت: اگر از حج برگردی و همه ثروتت به غارت رفته باشد، حجت چه ثمری دارد؟ به دور خانه حصار بلندی برپا کن، آب جاری به درون حیاط بکش و به قدر آذوقه 2-3 سال خوردنی به خانه بیاور. من در خانه میمانم و داراییت را حفظ میکنم. پدر سخن او را به کار بست و راه مکه در پیش گرفت. در آن شهر زغال فروشی بود به نام احمد. احمد خبر شد که عصیب به مکه رفته. رفیقان خود را گرد آورد و گفت: بیایید به خانه عصیب برویم و داراییش را غارت کنیم. رفیقانش رضا دادند. احمد به بازار رفت و میخهای بلند آهنین خرید. بعد همراه رفیقانش به طرف خانه عصیب رهسپار شد. میخهای بلند را یکی یک به دیوار کوبیدند و به وسیله آنها از دیوار بالا رفتند. از بالای دیوار یک راست به روی بام خانه پریدند. اما دخترک توی اتاق کنار پنجره ایستاده بود و شمشیر به دست داشت. همین که اولین دزد سرش را توی پنجره کرد، شمشیر را بر گردن او فرود آورد و سر از تنش جدا کرد. به همین گونه همه دزدان را سر از تن جدا کرد. فقط احمد زغال فروش زنده ماند. احمد پرید روی بام، یواشکی و با احتیاط نگاهی به پنجره انداخت. دخترک شمشیر را فرود آورد، ولی فقط زخم مختصری به احمد زد. او هم از دیوار به پایین پرید، به شتاب پیش پزشک رفت و زخمش را مرهم نهاد تا التیام یافت. چون عصیب از سفر مکه بازگشت، احمد هدایای گرانبها خرید، به دیدن او رفت. یک ماه تمام در خانه عصیب زندگی کرد. چنان رفتار کرد که عصیب مفتون او شد. روزی احمد به عصیب گفت: دخترت را به من بده. عصیب جواب داد: با کمال میل، خیلی هم خوشحال خواهم شد. عصیب جهیزیه برای دخترش تهیه کرد. احمد دخترک را برداشت و به طرف خانه خود روان شد. از جنگلی می گذشتند. احمد کلاه را از سر برداشت، جای زخم را به دخترک نشان داد و گفت: عزیزم، هیچ میدانی که این زخم را کی بر سرم وارد آورده؟ دخترک چنان ترسید که زبانش بند آمد. احمد طنابی را برداشت، دست و پای دخترک را بست و خود پی جمع‌آوری سرشاخه و هیزم رفت تا آتشی برافروزد و دخترک را در آن بسوزاند. زمانی که احمد در جنگل هیزم جمع می کرد، پیر مردی از جنگل عبور کرد. خری را با بار هیزم می راند. پیر مرد دخترک دست و پا بسته را دید. پرسید: عزیزم، چه کسی دست و پایت را بسته؟ دخترک استغاثه کنان جواب داد: بابا جان، دزدان مرا تناپیچ کردند، نجات هم ده. پیر مرد بند از دست و پای دخترک برداشت، به روی خرش نشاند و دور و برش هیزم چید، به طوری که دخترک هیچ دیده نمی‌شد. پیرمرد خر را راند تا به کنار جنگل رسید. دید کاروانی آنجا برای بیتوته بار افکنده. پیرمرد هم در کنار کاروانیان نشست. در این میان احمد بازگشت، دید دخترک نیست. همه جا را گشت، او را نیافت. به هنگام جستجو چشمش به کاروان افتاد. به بازرگانی که صاحب کاروان بود پرخاش کنان گفت: دخترک کجاست؟ بازرگان تعجب کرد، جواب داد: من کسی را ندیدم. کدام دخترک؟ اینجا دخترکی نیست.
احمد همه کاروان را گشت، دخترک را پیدا نکرد. بعد چشمش به پیرمرد افتاد، پرسید: بابا جان، کسی را اینجاها ندیدی؟ پیرمرد گفت: خدا پدرت را بیامرزد، منم و خرم و هیزم هایم جلوی چشمت، نه کسی را دیدم نه به کسی برخوردم، برو در پناه خدا. احمد با دست خالی به راه افتاد. همین که احمد از آنجا دور شد، پیرمرد هیزم ها را از دور دخترک دور کرد، دخترک را به مرد بازرگان نشان داد. بازرگان از دیدن دختر عقل از سرش پرید، گفت: ای پیرمرد، او را به من ده تا به عقد و ازدواج پسرم درآورم. پیرمرد دختر را به بازرگان سپرد و خود به راه خیش رفت. بازرگان دخترک را به خانه برد و برای پسرش عقد کرد. جشن سور و عروسی برپا کردند. ناگهان نیمه شب دخترک با جیغ و فریاد از اتاق بیرون دوید. صبح روز بعد پسر بازرگان نزد پدر رفته، گفت: این دیوانه کیست به خانه آوردی؟ دیشب جیغ کشان و فریاد کنان از اتاق بیرون دویده. دخترک را صدا کردند. بازرگان ازش پرسید: چه اتفاقی برایت افتاده بود؟ چرا نیمه شب جیغ و فریاد را انداخته بودی؟ دخترک جواب داد: شبها من خیلی می ترسم. خواهشی دارم به دور خانه دیوار بلند بکشی و بر در خانه هم شیر و یوز پلنگی رها کنی، آن وقت دیگر راحت و آسوده می خوابم. بازرگان خواستهای دخترک را برآورد و زن و شوهر جوان زندگی آرامی داشتند. خب، بگذار آنها به زندگی خود برسند، ما برویم و ببینیم احمد چه می کند. روزی احمد گزارش به آن شهر افتاد. از کنار خانه‌ای که دخترک در آن زندگی می کرد گذشت. نگاهی به آن حصار بلند کرد. دید درست مانند دیواری است که به دور خانه اسیب کشیده شده بود. در دل اندیشید که اگر دخترک در این خانه نباشد، من احمد نیستم. باز چند تا میخ آهنین بلند خرید و شب هنگام در دیوار خانه کوفت و به بالای دیوار رفت. روی بام پرید، یواشکی از پنجره به درون اتاق نگاه کرد. دید شوهر و زن خفتند. دخترک را شناخت که خودش است و آهسته بیدارش کرد. گفت: دنبال من بیا. دخترک نخواست شوهرش را ناراحت کند، برخاست و آهسته به دنبال احمد رفت. به کنار پنجره رسیدند. دخترک دعا کرد که: یا خضر پیغمبر، فرزند اولم را، دختر باشد یا پسر، نذر تو کردم، مرا از شر این مرد خلاص کن. نمیدانم چه شد، ولی دست احمد ناگهان لرزید، پایش در رفت و پایین افتاد. آن پایین شیر و یوز پلنگ در یک چشم بر هم زدن تکه تکهش کردند. بامداد روز دیگر چون بازرگان از خانه بیرون آمد، تکه های بدن آدمی را پراکنده دید. به دخترک گفت: ببین، به خاطر تو آدمی زادی نابود شد، شیر و یوز پلنگ خوردندش. عروس جواب داد: ای پدر، حال می توانی شیر و یوز پلنگ را بفروشی، چون من دیگر از کسی و چیزی ترس و واهمه ندارم. مدتی بعد خداوند به ایشان دختری عطا کرد. دختر بزرگ شد و بازی می کرد. روزی که در باغ به گردش پرداخته بود، مردی در برابرش ظاهر شد. آن مرد خود خضر پیغمبر بود. لباسی سبز به تن داشت. به دخترک گفت: خب، برو از مادرت بپرس آیا سر قولش هست یا نه. دخترک نزد مادر رفت، پیغام حضرت خضر را رساند. مادرش گفت: البته که هستم، برو این جواب مرا به آن مرد برسان. دخترک رفت و سخنانی را که مادرش گفته بود بازگو کرد. خضر پیغمبر به او گفت: به حرف من خوب گوش کن، نامت از این به بعد گلبرین خواهد بود. هر بار که بخندی، گردا گردت گل سرخ افشانده خواهد شد و چون گریه کنی، باران خواهد بارید. هر بار که وارد خانه شوی، در آستانه در همیانی پر از سکه طلا پدید خواهد آمد. روح تو در مرواریدی قرار خواهد گرفت. آن مروارید
در قلب آهوی بیشاخی که لکه سفیدی بر پیشانیش است خواهد بود. خضر پیغمبر این را گفت و ناپیدا شد. دخترک رفت این سخنان را به مادرش بازگو کرد. مادر خیلی خوشحال شد. دختر را بوسید. دخترک خندید و در همان آن گرداگردش پر از گل سرخ شد. زمانی گذشت. دخترک بزرگ و برومند شد. پسر امیر عرب او را دید و عاشقش شد. خواستگاریش کرد. پدر و مادر دختر رضا دادند. جهیزیه برایش تهیه کردند و آماده برگزاری جشن عروسی شدند. گلبرین عمه‌ای داشت نقنقو و بدجنس که شوهرش رهایش کرده رفته بود. با دختر سیاه سوخته و بدریختش تنها زندگی میکرد. گلبرین دختری خوشقلب بود. تصمیم گرفت عمه و دختر عمه‌اش را با خود ببرد. داماد با دوستانش پی عروس آمد. عروس گریست. به رویش چادری افکندند و بر اسبش نشاندند. به راه افتادند. اما از عمه بگویم. عمه دختر خود را در مفرشی که تویش لحاف‌ها بودند مخفی کرد. رفتند بین راه در جنگلی توقف کردند. مردان جدا و زنان جدا. عمه بدجنس گلبرین را به بیشه‌ای برد. چشمهایش را درآورد، برهنش کرد و دخترک را به امان خدا رها کرد. خود رفت دختر سیاه سوخته و زشت خود را بزک کرد. چادر به رویش کشید، سوار اسبش کرد و بعد به راه افتادند. آنان را در حال رفتن می گذاریم. می رویم ببینیم بر سر گلبرین چه آمد. گلبرین دست و پا بسته و نابینا توی جنگل افتاده بود. صبح روز بعد پیرمردی به جنگل آمد تا هیزم و سرشاخه برای سوخت جمع کند. گلبرین صدای پای او را شنید. صدایش زد و گفت: بابا جان، هر که هستی باش، دست و پایم را باز کن، به خانه خود ببر. پیرمرد جواب داد: خدا شاهد است که قادر به این کار نیستم. خودم سه دختر دارم، هر کدام آتش پاره ای است. اول بروم از آنها بپرسم، اگر راضی شدند تو را به خانه میبرم. پیرمرد به خانه رفت، ماجرا را برای دختران نقل کرد. دو دختر بزرگی رضا ندادند که دخترک را به خانه بپذیرند، ولی دختر کوچک گفت: پدر بیا برش اینجا، من لقمنانی را که دارم با او در میان میگذارم. پیرمرد همان آن به جنگل بازگشت و گلبرین را به خانه آورد. دختر کوچیکه پیرمرد به نزد او آمد، دستش را گرفت و گفت: او خواهرم است، خودم غذایش را می دهم. گلبرین به او گفت: یک خورده مرا از خانه بیرون ببر. دختر کوچک او را بیرون برد. چون گلبرین به خانه برگشت، دیدند کیسه‌ای پر از سکه طلا در آستانه در قرار دارد. گلبرین هر روز چند بار از خانه بیرون می رفت و برمی گشت. هر بار کیسه‌ای پر از سکه طلا در آستانه در نهاده بود. پیرمرد ثروتمند شد. دو خواهر دیگر هم کم کم گلبرین را که قلبی رئوف داشت دوست داشتند و همه با هم خوش و خرم زندگی می کردند. اما در این گیرودار پسر امیر عرب با آن زن سیاه سوختش روزگاری با بدبختی و افسردگی می گذرند. هر روز به شکار می رفت. روزی مادر زنش رمل انداخت و به داماد خود گفت: علت زشت شدن زنت بیماری اوست. باید در جنگل آهوی بی شاخ را که لکه سفیدی بر پیشانی داشته باشد شکار کنی. زنت قلب او را بخورد و دوباره تندرست و زیبا شود. پسر امیر عرب آهوی بی شاخ را که لکه سفیدی بر پیشانی داشت شکار کرد. به خانه آورد، شکم آهو را دریدند و قطع قطعش کردند. چون قلبش را دریدند، مرواریدی از آن بیرون آمد، غلتید و به گوشه ای افتاد. زن سیاه سوخته و بدریخت قلب آهو را خورد، اما زیبا نشد. حال ببینیم گلبرین چه می کند. روزی در دهی که او زندگی می کرد، مجلس عروسی برپا شد. خواهر کوچک دست گلبرین را گرفت و با خود به عروسی برد. در بین راه
ناگاه گلبری ناپیدا شد. در مکانی که لحظه پیش ایستاده بود، کوه بلندی پدید آمد. این همان لحظه بود که پسر امیر عرب آهوی بیشاخ پیشانی سفید را شکار کرده بود. خواهر کوچکه به نزد پدر رفت و ماجرا را نقل کرد. پیرمرد بیلی برداشت، به کندن کوه پرداخت. نیمی از کوه را کند، نشست تا اندکی استراحت کند. دید کوه بار دیگر همان است که بود. پیرمرد غمگین و افسرده شد، چه کار کند؟ گوسفند بسیار قربانی کرد، مسافرخانه ساخت تا مگر کوه از میان برداشته شود، ولی کوه پا بر جا بود و نابود نمی شد. روزی پسر امیر عرب در آن حوالی مشغول شکار بود. دید کوه بلندی برپاست. به نزدیک کوه رفت. دید دریچه‌ای در آن پیداست. دریچه را گشود، داخل شد و دید دختر زیبایی نشسته. بیدرنگ او را شناخت که گلبرین است. صدایش کرد، در آغوش یکدیگر افتادند. پسر امیر عرب دید گلبرین نابیناست، سخن گفتن هم نمیتواند، زبانش بند آمده. پسر امیر عرب گریست، ولی اشک ریختن سودی نداشت. پسر امیر عرب هر روز به نزد گلبرین میرفت. بعد از 9 ماه خداوند به ایشان پسری داد. پسر امیر عرب پسرک را به خانه برد و به زن و مادر زن خود سپرد. گفت خوب مراقبش باشید، مواظبتش کنید. اگر سر موی از او کم شود، شما هر دو را می کشم. پسر بزرگ می شد. روزی که اتاق را جارو می کردند، آن مروارید از گوشه ای غلطید. پسرک آن را برداشت و به سینه‌اش چسبند. آن زنی که سیاه سوخته به او حمله کرد که مروارید را بگیرد، پسرک گریه سر داد. پدرش صدای گریه را شنید و فریاد برآورد، کیست که پسرم را اذیت کرده؟ مادر زن جواب داد، هیچ کس کارش نداره، مرواریدی پیدا کرده، خواستم ازش بگیرم، به گریه افتاد. پدر دست پسرش را گرفت. پسرک لبخندی زد، گرداگردش پر از گل سرخ شد. پدر مروارید را از پسرک گرفت، نزد گلبرین رفت. چون به آنجا رسید، دید گلبرین بینا شده. پسر امیر عرب خیلی خوشحال شد، پرسید چطور شد چشمانت بینا شد؟ ولی گلبرین نتوانست جواب گوید، آخر لال شده بود. پسر امیر مروارید را به او داد، گفت ببین چه قشنگ است. گلبرین مروارید را گرفت و تماشا کرد، به طرف دهان خود برد که ببوسدش. ناگاه مروارید از دستش غلطید و توی دهانش رفت. شادی بزرگی سرابهای گلبرین را فرا گرفت. بیدرنگ به سخن گفتن آغاز کرد. به پسر امیر عرب گفت میدانی چه شد که دوباره بینا شدم؟ کبوتری پرواز کنن به نزد من آمد، دو چشمم را از جیب در آورد، در حدقه ها گذاشت، پر خود را بر روی آنها کشید و چشمانم باز شد. بعد گلبرین آنچه را که عمه بد جنس بر سر او آورده بود برای پسر امیر عرب نقل کرد. در همان آن کوه ناپیدا شد. پیرمرد و دخترانش خبر شدند، خیلی خیلی خوشحال شدند و پسر امیر عرب گلبرین را به خانه برد. گفت زن حقیقی من این است. بیدرنگ امر کرد که مادر زن بدجنس و دختر سیاه سوختش را به سیاست رساندند. خود خوش و خرم و راضی با گلبرین به سر برد. آنها به آرزوی خود رسیدند. خدا کند شما هم برسید. داستان بعدی که براتون میخونم داستان گل بومادران هست. یکی بود و یکی نبود. در زمان قدیم زنی بود کدبانو و هنرمند. بیشتر مایحتاج خانه‌اش را خود تهیه و آماده می کرد. پنبه را با چرخ می ریسید. از نخ آن پارچه می بافت. از آن پارچه لباس می دوخت. از دانه های روغنی روغن چراغ می گرفت. از آن شبها خانه را روشن می کرد. در خانه بزی داشت که از شیر او ماست و سرشیر و پنیر و روغن و کره و دوغ و کشک فراهم می کرد.
اگر در و دیوار خانه احتیاج به تعمیر داشت، خودش دست ها را بالا می زد و با گل و خشت خرابی را درست می کرد. بعضی روزها به جنگل می رفت. با تیشه و تبر هیزم می کند، به دوش می کشید و به خانه می آورد. از خواص گیاهان با اطلاع بود. به کوه و بیابان می رفت و انواع گیاه ها را به خانه می آورد. خشک می کرد و از آنها داروهای گیاهی می ساخت. اسب سواری هم بلد بود. گاهی دوش به دوش شوهرش تفنگ به دست می گرفت. دوزها را تار و مار و تعقیب می کرد. در سخن گفتن چیره دست بود. ترس پیشش معنی نداشت. در کاشتن درخت و پرورش آن استاد بود. مرغداری هم می کرد. سبزی کاری می دانست. مخصوصا در باغچه‌اش انواع سبزی ها را می کاشت. اینها مختصری از کارهای او بود. در آبادی اسم او را گذاشته بودند کدبانو و به همین اسم هم صدایش می کردند. این زن دختری داشت که همه جا و همه وقت یار و یاور مادرش بود. مدت ها گذشت، دختر بزرگ شد. دختری خوشگل و کار آمد که از مادر خود هنرها آموخته بود. کم کم این مادر کدبانو پیر شد، دیگر توانایی کار کردن نداشت. صدمه روزگار حسابی او را پیر و زمین گیر کرده بود. روز به روز زردتر و لاغرتر می شد، جوری که از خواب و خوراک هم افتاد. اما برای اینکه دخترش قصه نخورد به روی او نمی آورد. عاقبت یک روز پیش خود گفت آخرش چه؟ باید این دختر نازنین بفهمد که آدمیزاد همیشه تر و تازه و جوان و سرحال نمی ماند. یک شب همینطور که توی رخت خواب افتاده بود به دخترش گفت مادر جان، دیگر موقعیست که من بشوم یکی درخت گل و گلهای خوشبو و قشنگ بدهم. چطور است؟ تو راضی هستی؟ دختر گفت آخر درخت گل را می کارند. مادر گفت من هم توی همین فکرم. میخواهم همانطور که تخم گل را توی زمین میکارند و سبز میشود و گل میدهد، من هم بروم زیر زمین تا گل بدهم. جایش را هم به تو نشان میدهم که گاهی با آنجا بیایی ببینی که آن جایی که من خفتم شاخه های گل زرد زیبایی بیرون آمده، عطرش هوا را پر کرده. بهت قول میدم وقتی آن گلها را ببینی خوشت بیاید و کیف کنی. وقتی آن را بو کنی بوی مادرت را بشنوی. دختر از شنیدن حرفهای مادر به فکر فرو رفت. اما چون مادرش به او گفت که بوی مرا از آن درخت گل می شنوی، خیلی قصه نخورد. مطمئن شد که بوی مادرش را می شنود. منظور مادر از این حرفها این بود که وقتی می میرد دخترش قصه نخورد، یا اگر قصه می خورد خیلی نخورد. مدتی به همین منوال مادر مهربان ناخوش بود. تا عاقبت مرد. او را بردند خاک کردند. دختر گور مادرش را نشان کرد. هر هفته به سر خاک مادر می رفت و با او راز و نیاز می کرد و حرف می زد و به خانه بر می گشت. همه اش منتظر بود روزی برسد که شاخه گل در بیاید. اتفاقاً روزی از روزهای بهار، چند سال بعد که دختر به سر خاک مادر رفت، دید یک شاخه گل ظریف و تر و تازه از خاک مادر سر در آورده. وقتی که آن را بو کرد دید بوی مادرش را می دهد. فهمید بعد از مدتها انتظار مادرش شاخه گلی شده. همانطور که چند سال پیش به او قول داده بود از خاک بیرون آمده است. دختر شاخه گل را چید و آورد خانه. از آن روز بود که مردم آبادی فهمیدند گل بو مادران چه جور گلی هست. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این داستانهای زیبا لذت برده باشید. روز روزگار بر شما خوش.